חמץ הפסח תורה חיילי להחמיר כרדה וסחת גרפתי רואי חמץ در פסח. כסי כן. כסי כן در פסח. חס ושלום חמץ בחורה איסור קרט דרה. קרט צ'יה. איסור קרט צ'יה. כסי כן מסלע חון בחורה. כסי כן פי בחורה. כסי כן שבת נגח נדרה. כסי כן כיפור נגח נדרה. כסי כן חס ושלום חרומש תערת משפחה נגח נמידרה. کسی که قربانات رو میخوره که خمریز بخوره همه این چیزا ایسور کارت داره. کارت یعنی این که قطع شدن. کارت میشه قطع شدن. حساب بکنین مثلا شبیه بکنین که یک تنابی هست که یه سرش به نشمای ما بسره، یه سرش دستش این بارخه. حالا تنابه کلوبته، هر کسی که ایسور کارت خسرو شلوم انجام میده انگار یه قسمت از این ترابه رو قطع میکنه، قطع میکنه، قطع میکنه تا وقتی ترابه قطع میشه اصلا به طور کلی. پس چی میشه؟ پس دیگه رابطه اصلا رابطه به روحانیت یا به هشتی براخ اصلا نداره. یعنی میگن ایسور کارت. حالا خمس در پسخ نمشته کار میشه اوخر خمس به نخلطه ها نفشه هی میامه ها. بنابراین خسرو شلوم آدم نشماش میتونه به طور کلی از هشتیر برخ جدا بشه به طور کلی در برای اگر خمس بخوره. به خاطر همین هم خیلی چیزا رو خیلی خخمی با هم آمدن خیلی روی ما لخمیر کردن برای اینکه اصلا خمس پیدا نشه در خونه هامون. یه نوزی دیگه هم هست. یه چیزی هست که آدم وقتی که مثلا وقتی میرسه که دیگه آسور هست که آدم این چیز رو بخوره مزید، بنابراین میشه که گفت که دیگه مال خودش نیست، چون اصول از بخوریم دیگه پس مال خودم نیست. ولی تورا جوری کرده که خامس در روز آدینه موعد بعد از 6 ساعت روز خامس اصول هست که آدم بخوره. وقتی هم که اصوله پس مال خودم نیست، ولی نه دوباره تورا چکار کرده؟ تورا آمده گفته که نه این دوباره مال توه. چرا؟ که دوباره خسرو شلوم ایسور بر یرعه و بر یمسه توی خمس داشته باشیم. وقت هیچ ایسوری هم نیست، هیچ چیزی نیست که ایسور در توها که بر یرعه و بر یمسه، یعنی نه فقط که تو خونت ایسوری که ببینی بچه، بس آفسه که تو خونت پیدا بشه اصلا. به خاطر همین ما خیلی کارا میکنیم که بدونیم که حقیقتا دیگه خمس اصلا نداریم. چکار میکنیم؟ مثلا خمس اونو اگر داشته باشیم میپوشیم، کافی نیست، باید خمس اونم باید لیفلوگ بکنیم. شب قبل از موعد باید آدم شام بگیره و بدیکت خمس انجام بده. چرا؟ چون امکان داره یه تیکه خمس یه گوشه یه خونش باشه اینو نهیده باشه، و امکان داره که چون آدم عادت داره همیشه خمس بخوره، عادت داریم، هیچ چیزی نیست توی تورا که یه موقعی از مجاز باشه یه موقعی مجاز نباشه. مثلا دورجونمون گوشت خوک همیشه اصوره، گوشتی و بستی همیشه اصوره، ولی خمس چیزی هست که تموم سال مجاز هستیم بخوریم. نوش جان درست برعکس، روز شبات دم باید اون بخوره، برای موعد باید اون بخوره. پس یه چیزی هست که توش میسوا هست تموم سال آدم بخوره. وقتی که وقت پسخ میرسه اصول میشه، عادت داریم، عادت داریم خمس زیاد بخوریم همیشه. اینه که امکان داره که اگر مثلا یه دونه بیسلی یا یه دونه نمیدونم یه تیکه خمس اگر یه گوشه خونه باشه، آدم امکان داره که ناآگاه یعنی بیاد این خمس رو تو دهن خودش بذاره، و این میشه ایسور خمس، ایسور کارت خسرو شلوم. به خاطر این باید بدیکت خمس بکنیم، هنوز کافی نیست. بعد از اینکه بدیکت خمس کردیم باید فرداش بریم خمسمون رو اون چیزی که مونده واسمون بسوزونیم، و هنوز کافی نیست. بعدش باید باطل بکنیم.
یعنی چه؟ یعنی میگم تمام خمسی که من اگر تو خونم باشه که مال خودم باشه، من اینا همشو باطل میکنم که حکم خاک واسه من داره، واسه من حکم خمس رو نداره. این چرا باید انجام بدیم که خاص به شما آدم ایسور نکنه در پسخ که خمس در اختیارش در خونش باشه. حالا راجع به فروختن خمس به گوی، البته این روز راو کلیم بگوریان پیش ما بود، ایشون خودش توی فیلم برنامه وقتی میفروشن به گوییم خودش هست اونجا، اما به ما گفت که این فروش به طول کلی هم از نظر طبق دستور تورا، طبق قانون دنیا و همینطور طبق قانون اسرائیل، به این میگم فروش کامل، فروش کامل میکنیم. یعنی که چیزی مسخره بازی نیست، خاص به شلو فروش کامل میکنیم که این خامنه‌ای ما نیست دیگه. ولی یه موضوع هست، ببینید من که خامنه‌ای دارم تو خونم میگم مال من نیست. خب مال من نیست، مال کیه؟ مال کسی که خریده، درست یا نه؟ حالا کسی هست که یه چیزی مال اون باشه و نتونه بهش برسه، اگر خامنه‌ای مال اونه باید جوری باشه که همیشه هر وقتی که بخواد بیاد برداره بتونه بیاد برداره. حالا ما میخواییم بفروشیم، ما میخواییم وسط موعد دو روز سه روز براشیم بریم مسافرت، میخواییم بریم بدمالو نمیزم حاتب یا میخواییم بریم دو شمال، خب در خونه رو میبندیم کلید با خودمون میبریم بردیم. این آقای خریدار میخواد بیاد خمس چه ببره؟ چجوری ببره؟ ببخشیم از خواهی میکنم من اینه خاموش بکنم شکرم بگیم چشم برو خطا از مجد الهی و ملخ ها اولم شه ها کل نیه بی با اون آمین. من اینجا قد میکنم ببخشیم چون شه ها کل گفتیم، یه نفر بود احتیاج داشت با که معاون شهدار رو ببینه باشه کار فوری داشتی، یعنی امضای چه کاری باید بکنه، خواست پارتی بازی بکنه، خلاصه این معاملی را امروز فردا بهش نمیاره. تا یه روز خود آقای معامل تماس میگیره باش ساعت 8 صبح، میگه ببین من تا یه رو به 9 توی دفترم هستم، اگر برسی پیش من بیا ما بسید امضا میکنم. این آقا هم بلند شد با پیجامه بود و بس شد بالاخره هر جوری بود دو ریتکیز کرد و پوشید و یه تاکسی گرفت بهش 500 شکل داد، گفت ببین برو یالا بودو هر جوری میتونی من باید تا یه رو به نوبه رسم بشه داری. این بعد وقتم افتاد توی ترافیک و ماشینش پنچر شد، نخره اینقدر زور زد ساعت 9 صبح رسید به شهر داری، طرف میتونه میره بالا نه سرس میزنه، آقا معاون شهر داری رفت. بابا من چه بدبختی، چقدر من متزلین هستم، چقدر من دنبالش بگردم. مایوس نشست روی صندلی اون معاون اون پوکیدار و اینا در که اینجوریه اینقدر داره هنسرس میزنه، رفتن یه لیوان آب واسش آوردن، آقا اینا آب رو بخور، آب خورک بخور یه کمی خیالت راحت بشه. خلاصه لیوان آبره گرفت گفت برو خطرشه منو کنه میل خوابم شرکان یه بیبارو آبره که خورد موقعی وسط خورکی داری رو بخوره دفعه تو فکرش افتاد من الان چی گفتم؟ شهکل نیابید با او یعنی چه؟ یعنی هر چیزی که تو این دنیا میشه دست اونه، شهکل نیابید با او. پس من احتیاج به معاون شهردار دارم، احتیاج به او ندارم. چرا من به هشید براخ رو نمیزنم؟ چرا از اون نمیخوام؟ براش شد یک لبخند زد و خوشحالی براش شد از دفتر آمد بیرون که من دیگه نه احتیاج به معاون شهردارم نیچ، میرم به هشید برام میپیوندم، میرم از اون سوال میکنم، از اون استقاس میکنم. به این میگن شهکل میامید با هم. برحال پس روی میخیلت خامت بودیم، اگر که من میخوام برم توی موعد نیستم خونه، حتی روز موعد همه دعوت میشن یا این بر اون بر روز موعد نیستیم خونه، اون طرف که گویمه اون نباید موعد رو نگه داره، اون میتونه برش بیاد در بزنه آقا من اینجا چیز دارم قرارداد دارم که خمسه تموم شما مال منه، من میخوام ببرمش خونه.
اگه خونه نیستی این طرف نمیتونی برداره ببره. پس چی میشه؟ امکان داره که خصم شلوم این از نظر خود ما این فروش درست نباشه، نه از نظر اون، اون درسته از نظر ما، چون من خبیزی که مال گوییم هست گذاشتم تو خونه خودم درشم بستم. آقا اگه مال تو نیست چرا بستش بستی؟ پس بهتره که آدم خامس تو خونش نگه نداره. خامس یعنی چه؟ یعنی که خامس گمور، یعنی نمیدونم بیسکویت و ویفر و این چیزا، یا نمیدونم ماکارونی و اسپاگتی و این چیزا رو، یا مسلمه که نون ده نگه نمیداریم. بعضی هم میذارم مثلا تو پیتا میذارم توی یخچالشون توی فریزر، واسه چی میذاری؟ آقا میخوام شب که از شب سال که از سیزده میخوام نون بخوریم. آیا این درسته؟ پس این رو تو نفروختی بهش بگویی، پس این میشه یه چیز خصمشون چاپلوسی. برابر این بهتره که آدم خامس تو خونش نگه نداره. دو هفته هم وقت داریم دیگه، خامس نخرین از بیرون، هر چی که تو خونه داریم یا خونه تموم کنیم بذارش این براخ. بله این موضوع این که با خامس باید چه کار بکنیم. حالا خود داریم برای بدیکت خامس، چجوری باید بدیکت خامس کنیم انجام بدیم؟ من از روی سفر هراغبادی هم میرم جلو. اولا خانوم ها که خب الان دیگه شروع کردن تمام خونه ها تمیز بکنن و همه رجب اصلا کارشون تمام کردن، خونه ها تمیزه، همه چیز تمام کامورا اینا رو همه چه، با وجود که حتی میدونم که تمام خونه تمیزه، ولی هنوز از عهده این که بدیکت خامس بخوایم بکنیم هنوز در نیومدیم. برای این شب چهاردهم که یه شب قبل از موعد باشه، باید دم شم دست بگیره، یا با شم یا با چراغ قوه تو خونه دنبال خامس بگرده. خب بابا نور هست دیگه، چراغ خامس چی؟ ولی این نوره اون گوشه های دیوار رو اون صورت روشن نمی کنه. بنابراین با همون چیز، اگر خیلی هم میگن آقا ما سالها داریم این کارو میکنیم خامس هم پیدا نکردیم، چی هم دیگه بابا برمون کن، ولی ببینیم برمون کن نداره، چون خزر خمین به ما گفتن این کارو بکنیم بعد بکنیم. یه نفر میگه آقا این که تو توران نمیشته که، اینا خمین گفتن، من قلب حرفشون رو قبول ندارم. یکی میتونه دیگه، اینا خمین گفتن، من همشون قبول ندارم. خب حالا سوال اینه، من دارم میگم ببین اینا خاخامیم گفتن، آیا اونا خاخامه هستن یا نه؟ اگر اسمشو گذاشتی خاخام یعنی از تو عاقل تره، پس اگر از تو عاقل تره هرچی گفته میدونی که چی گفته، یعنی یه نفر میتونه خودشو گول بزنه وقتی میگه آقا این چیزا رو تو توران ننوشته، اینا رو خاخامیم گفتن من قبول ندارم. اگر گفتی خاخامیم هستن پس از تو عاقل تر هستن، پس خاخام تر از تو هستن، چرا شما قبول نداری؟ برابر این ما نمیتونیم بیان بگیم حرف خاخامیم دیگه الان خصم شلوم دیگه الان جا نداره، اونا گفتن مال اون دوره بوده ولی الان این دوره عوض شده، جایی واسه حرف خاخامیم نیست. خصم شلوم نمیشه گفت، چون حتی همون خاخامیم که اونا خود خاخامیم هم از خودشون نمیتونن چیزی در بیارن، کی میتونه از من دروغی در بیاره؟ خاخامیم هر چی که گفتن اینا رو از موشه ربه رو گرفتن، چون موشه ربه رو دو تا توراه گرفته توی کوه سینای، یه توراهش به الفه، یه توراهش بیختب. توراهش بیختب این توراهی است که اینجا داریم اونقشه. توراهش به الفه نوشته نشده بود، اشین برخ به دستور داده به موشه که این توراه را اصول که بنویسید، فقط بعد آدم به الفه، به الفه یعنی چه؟ یعنی از بر بعد در یکی دیگه رنگ بکنه. این چندین سال اینجوری بود تا وقتی که به ربیع الانسی رسید. ربیع الانسی ایشون آخرین تنعیم بودن که دیدن که الان دیگه مخلوقت خیلی زیاد شده، مردم یادشون داره میره، مردم وقتی چیزی که ننوشته شده داره یادشون میره، آمد نشست شیشه سیده میشنه رو اون نوشت، روی شیشه سیده میشنه گروش گمارا نوشته. گمارا چیه؟ گمارا؟ گمارا اومده میشنه رو باز میکنه و شهر میده باسه ما. بنابراین از میشنه ما نمیتونیم حرخه در بیاریم، نه از تورا میتونیم حرخه در بیاریم نه از میشنه.
از خود گمارم نمیتونیم برخه در بیاریم، مگر اینکه بزرگای صحیح که اون دوره بودن، هرمبان، هرشبان، اینا این دوره، این اون بزرگا آمدن حلقه نمیشتن، طبق اون نظر اونا هر کسی که بیشتر یه نظر داره روی حلقه بخواه رو برابر این حلقه رو اونا درست کردن باسه ما، و ما هیچ کس نمیتونه با از مندر رو بودی بیاد حلقه درست بکنه. یه بار گفتیم که توی تورا نوشته یه میسوای بزرگ، ببینید توی میسوای تورا نوشته لو تو سیف و ولف میرو تیگرون میمنو، یعنی که اسوره که روی میسوای تورا اضافه بکنیم یا از میسوای تورا کم بکنیم. یه میسواست توی تورا نوشته. حالا وقتی که یه نفر میرسه به این میسوا، کی بیشتر این میسوا را انجام بیده؟ یه نفر آدم عادی یا یه نفر آدم یرشمایی یا یه راف، کی بیشتر این میسوا را حاضر انجام بده؟ قبول داری یه راف؟ چرا؟ چون یه یرشمایی بیشتر داره، مسلمه یه نفر عادی امکان داره خیلی از میسوای تورا را انجام نده، ولی وقتی یه راب یه نفر یه شماییم به این میسوای میرسه، میفهمه که اصوله روی دستورای تورا از اصوله زمان بکنیم یا کم بکنیم. خب پس چجوری خخمی اومدن این رو گفتن؟ ما میگیم این خخمیم، خخمین و زیخورم بی بخم میگیم، این رشه تبودش میشه خزر، خزر یعنی خخمیم، زیخورم نیبرخه، نمیگم خزر. خب پس اگر اونا گفتن، مگر اونا میتونه از خودشون استفاده بکنن؟ مسلمه که گیرت شماییم که دارن نمیتونن اضافه بکنن از خودشون یا چیزی کم بکنن. پس هر چیزی که گفتن اینو هلاخر موشه میسینای از کوه سینای گرفتیم از موشه ربینو. پس بنابراین آدم باید خیلی ساحت باشه که هر میسوایی که من گوش میدم من میفهمم، من باید بدونم که فرقی نمی کنه بین این میسوا با اون میسوا. آقا این توی تورا نوشته، این توی تورا ننوشته، فرق نمی کنه، چون تورای ما دوتاست، تورا یکی نیست. این توی توراش بیفتر نوشته، این توی توراش به عقل نوشته، جفتش یکیه، جفتش حقیقت داره و تورا هم نمیشه عوض کرد. تورا عوض شدنی نیست برای یک تورا رو بخواییم بیاییم چیز بکنیم با دوره این دوره جور بکنیم، تورا رو عوض نمیتونیم بکنیم، دوره رو باید با تورا جور بکنیم. مثلا اون موقع برق نبود، درسته؟ برق 250 سالی که الان برق هست، حتی الان توی دکده های ایران شاید برق نیست، برق موقع نبود. خب حالا برق مجاز است که روز شب باید روشن بکنیم یا خاموش بکنیم؟ تورا ننوشت. از کجا میدونیم؟ این مأموریت خخمای این روزه است که بیان بگن آقا برق آیا مجاز است یا روشن مجاز نیست، برق بستگی به چه ملخایی داره، اینو باید خواهم داشته باشیم که یعنی این باید بیاد بگه که تورا آیا برق رو اجازه میده یا نمیده. پس دوره رو باید با تورا یه جور بکنیم، نه تورا رو باید با دوره رو یه جور بکنیم. این اجزای این پایه های اساسیه که کسی که میخواد تورا رو نگه داره باید بدونه که تورا رو نمیشه آدم هر دم بیری کرد. خصم شلام حسابشو بکنین، چندین میلیارد اسرائیل توی دنیا آمدن از موقعی که تورا رو ما گرفتیم، 3300 سال از موقعی که تورا رو گرفتیم گذشته. توی این 3300 سال آقای نجات چند تین یهودی توی دنیا آمدن؟ چندی میلیارد، درسته یا نه؟ خب حالا حساب بکنی، هر کسی بیاد به خودش بگه آقا به نظر من شبان نباید این کار رو بگه، این یه چیز خرافاتیه، به نظر من این آقا یه چیز خرافاتیه، برو بابا چی داری میگی؟ گوشت و با گوشت مرغ و با 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 ماس چرا اصوله بخوریم؟ تو تورا نوشته لوت بشر گدی و خلب این مو. پس گفته که بوز رو با خوب نیست با 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 شیر مادرش بخوریم. خب اون چیزی که شیر مادر داره دیگه، گوشت مرغ شیر مادر نداره. پس اینو کی گفته؟ اینا خخمیم گفتن آقا اینا مال الان دوره نیست، مال اون دوره هست. اینجوری مردم میتونن دیزا میخوام یا میگن خودشون گول میزنن. چرا خودشون گول میزنه؟ چون نمیخواد دستورای تورا رو انجام بده، واسه خودش میاد بهانه در میاره. ولی این بهانه ها فعلا در اینجا است، فقط تو این دنیا است. تو اون دنیا آدم نمیتونه بهانه بیاره واسه شین برخت. هیچ کس نمیتونه بگه من با شین برخت جور میشم. خدا من اینقدر دلایلی مختلف دارم که به شین برخت بگم برو شونم ببین من تورا رو انجام ندادم ولی دلیل دارم. هیچ کس نمیتونه بگه چرا؟ چون هشید برخ اگر که یک یهودی در دنیا باشه که نتونه اون دستور تورا انجام بده، هیچ وقت به اون دستور نمیده که تورا رو انجام بدیم.
حتی اگه یه یهودی نباشه که نتونه دستور تو انجام بده، تورا به اون خدا تو به اون تورا رو نمیداد. حقیقت هم اینه. اسکلی میشود؟ برگردیم روی اصل قضیهمون به دکت خمیز. پس گفتیم که حتی اگر تموم خونه درسته تمیز شده است، ولی باید هنوز به دکت خمیز بکنیم. حرام خیلی بیشون میگن که اگر که مثلا قفسه های آشپزخونه رو میخوایم تمیز بکنیم، تمام ظرفا رو بادیم بیرون، خانم ها که میخوان ظرفا رو برگردونن سر جاش، سب بکنید خانم. شب که شد، حتی اگر شب آخر نیست، شب قبل، دو شب قبل، سه شب قبل، یه هفته قبل هم باشه مهم نیست، باید شب باشه که بتونیم شب روشن بکنیم و توی قفسه آشپزخونه رو نگاه بکنیم. بذارید منتظر باشید علی شوهرتون بیاد، شام دست بگیره، قفسه رو نگاه بکنه، بعد همیشه رو برگردونید توی قفسه. چرا؟ چون اگر نه روز 14 هم دوباره آقا بعد بیاد تموم قفسه ها رو خالی بکنه، توش رو نگاه بکنه، دوباره برگردونه. پس بیاید کار رو آسون بکنیم. میشه کار رو آسون کرد. کی شروع میشه وقت زمان خمیز، برکت خمیز؟ بعد از صدا کوخابی، بعد از اینکه ستاره ها مثلا در میان، غروب که تموم شد، اون موقع وقت میشه وقت برکت خمیز است. و موقعی که هر میزبایی که موقعش میرسه، هر میزبایی توی دنیا وقتی موقعش میرسه، در اون موقع از طور که آدم بشینه غذا بخوره. غذا یعنی چه؟ یعنی که غذای مفصل بخوره، یکم برنج بخواد بخوره، یه چیزی که بخواد بخوره که اشتهاشو بسوزونه مجازه، ولی بخواد بشینه روی سعودای بزرگ نمیدونم نون بخوره و این چیزا اصوره. چرا؟ چون امکان داره که آدم بشینه غذا میخوره، وقتی آخر یه گلاس عرق هم میندازه بالا، سلامتی هم میگه. حالا اگر هزار گلاس عرق هم نخور، یواش 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 کشیده میشه به غذا و اینا، آخرش هم خوابش میگیره. آخرش چی میشه؟ آخرش بیشتر انجام نمیده. بنابراین این خخمین مثل اون قدغن کردن که ما غذا بخوریم وقتی موقع میتوا میرسه. پس وقتی که اون آره آره وقتی که صدق و خوابی میرسه، آقا که بیاد خونه، اگر گرست نشه خانم بشی چیزی بدیم بخوره، بگی کمی برنج بخوره، وقتی که گوشت بخوره که اشتهاش بسوزه، که بتونه بشه شروع کنه کار کردن. چون وقتی دل قرقر میکنه آدم عصبانیه، نمیتونه، یعنی چیز نداره، اعصاب نداره، بخواد تموم خونه رو بگرده، تموم بکنیم بره. ولی نه، ببینید تو توران نوشته لفونتارا اگره، یعنی هر کاری که هر مصبایی که آدم مشکلتر باشه، بیشتر زحمت بکشه برای اون میتوا، اجرش بیشتره، سخرش بیشتره، مسلمه. یعنی پا که میاد شمه رو میگیره، اون وقت چی میگه؟ تموم شد. به این میگم بیدکت خمیز. ولی یکی هست که میشینه رو زمین، با زانوهاش میشینه رو زمین، زیر چی داره؟ تو باره چی داره میگردی؟ از من میسوا هست، دنبال خمیز بگردم، من دنبالش میگردم، اما خمیز نیست که توی دنیا، توی خونه. مسیده شما بگیم نیست، من دنبالش میگردم. من یادمه بوده شب 20 سال پیش عوضه رتبایت آماده بود تو خونه مون، این تمام خونه رو زیر رو کرده بود، همه رو قبل از ماهن همه رو، یعنی تمام تخت خواب رو برده بود درون، تمام توشکار رو برده بود، همه چی رو تمیز کرده بود. خب وقتی بدکت خمیز رسید، من شروع کردم ریویو بکنم، رفتم تو اتاق دختر کوچیک بود، الان ازدواج کرده، کوچیک بود وقت، نمیدونم یه دفعه این بارخ بهم گفت ببین توشک اینو بیار بالا، توشک رو بالا بردم، ببین چه خبره اونجا. حالا این کلفته یادش رفته بود که این توشک را بلند کنه زیرش رو ببینه، اگر بدین چه چیزه اونجا بود، همه چی، خب بچه کوچیک همه چی رو نگاه میداره، بیسکویت، بامبا، نمیدونم ویفر، بیسکویت، همه چی اونجا بود، هر چی بخواستی میتونستی اونجا بخرین ازش. و پس یه چیزی نیست که آدم بگه که آقا هیچ چی دیگه تو خونه ندارم. خیلی خیلی مهمه که آدم
بدیکت خمیس رو سرسری نگیره. بله تموم. دفت دیکه نون واجبه خوبه؟ نه خوبه نیست، اینو منهج هست. آخ 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 این عالی شد. سه سرطوری خیلی میشه. ببینید ببینید منهج ما میگیم منهج اسرائیل توراهی، یعنی منهجی که گذاشتم واسه مون. شما حاضرین از این 10 تا تیکه بر سر به سر نظر بکنین؟ سر نظر بکنین؟ نه نه چی ده 8 تا فریزم میشه. سلام بهتون میگم چیکار بکنم؟ بکنین. ببینین یه بار که میگه آقا من نمیخوام این منهج انجام بدم. نمیخوام. خب آیا تو حاضری از سر هر منهجی بگذری؟ بیاییم همون شب فرداش منهج داریم در یه نو بکنیم با پیازچه. درسته؟ شما حاضری از منهج بگذاریم؟ منهج این هم رسمیست که اصلا این رسمیست که اصلا توی هیچ جای دنیا ننوشته، نوشته نشده. باز اون ده تا تیکه اینون که باید بذاریم اینا اینا آریا کدوش نوشته، نوشته که منهج خوبیه، ولی این جواب پیازچه تو کلم دیگه زدن هیچ قومی انجام نمیده، نه عراقی ها، نه تونسایی ها، نه تریپولتی ها، هیچ کس هیچ کس نمیده. نمیدونم افغانی ها فکر میکنم هم انجام بدن، افغانی هم ایرانی هستن، نمیدونم فکر میکنم اون هم انجام بدن، ولی ما ایرانی ها اگر پیازچه نباشه روی میز اصلا نمیایم سر میز. پس اگر که من حاضرم که از یک مین حدیث صرف نظر بکنم، پس از اینم صرف نظر بکنم آقا. ولی نه آقا، ما مین حد داریم، رسممونه، سال آقا با پدرمون، پدر بزرگمون، پدر نمیدونم، همیشه شما دقیقه میکردیم. پس اگر حاضری سر مین حد بیدو بذاری، پس از این مین حدم صرف نظر نکن. حالا به این هم میدیسیم، سب کنیم، نداره، ببخشیم. به هر حال، تموم جاهایی که امکان داره که خامس باشه، آدم باید دنبالش بگرده. توی بالکن، نمیدونم تو خیابون، توی خونه، توی حیات امکان داره که باز باشه. هر جایی که امکان داره که خامس باشه، آدم باید بدیکت خامس بکنه. مثلا توی آشپزخونه، قفسه آشپزخونه بناست. روی بالای قفسه‌ها کسی که دیگه اونجا خامس نمیذاره که. حتی اگر بذاریم، کسی که دستش به اونجا نمیذاره که بخواد بخوره. اگر خامس هم باشه، شاید هم اصلا به طور کلی فاسد شده، از بین رفته، اصلا حتی اسم خامس هم دیگه روش نیست. پس بنابراین احتیاج داره که بیاریم سولان بیاریم روی بیاییم روی ردبون بیاریم بلند بریم بالای اون روی بالای یخچال بخواهم چک بکنیم. احتیاج نداره. جایی که دست آدم نمیرسه احتیاج به چک کردن نداره. تو عرب عبادی یوسف ایشون ذکرشون بخیر، ایشون ما را نجات دادن از کتاب. اشکنازی ها خیلی رخمی میکنن که کتاب هم باید یه برق زد و توش رو نگاه کرد که توش خامس نباشه. الان عبادی یوسف ایشون میگن که احتیاج نداره. چرا؟ چون ببینید کسی که خامس تو خونش باشه کی از سور ای سور بلیه رعه و بلیه مدسه رو داره؟ اگر که یه تیکه که 30 گرم باشه، یه تیکه که 30 گرم باشه، اگر این تو خونش باشه به این میگن بریه رعه و بریه ماسه. من اگر یه تیکه کوچیک باشه آدم نه لو بنه بریه رعه و بریه ماسه. پس بعد چی باید؟ با چی باید قد چک بکنیم؟ گفتیم که امکان داره که آدم چون عادت داره که دو این خامس بخوره، شاید این خامس رو بگیره بخوره. پس اون اگر که یه نفر هم مثلا نشسته تورا خونده، یه تیکه های یه کمی پرورین هست، شاید بین لای کتاب باشه، مهم نیست. یعنی من میدونم که تو این کتاب ها اصلا توی موعد باز نمی کنم، تو باید کتاب رو میذارم کنار، بازش نمی کنم. پس مشکل چیه؟ مشکل خوردنی نیست، مشکل اینه که بر یه رای و بر یه ماسه، بنابراین بر ایمان و بر نظام نیستش. پس احتیاج به کتاب چک کردن نداری. الان باید ایشون بینمیسن که احتیاج نداره. ما اشکنازه گفتیم که نخمی میکنن. بفرمیم. سلخا که بفرمیم. اگر
اگر یه ارانایی که فقط بشقابای مثلا مخصوصش هم شبات میاریم، فقط بشقاباست، ما هم حالا درشو میبندیم، این خودم باید همه رو بیاریم بیرون از درشو میبندیم. شما مطمئن که دوشخابش نیست؟ آره فقط بشقابا و کاسه مال شب شبات. مطمئنی؟ اگر مطمئن هستین که خامس اونجا نذاشته باشین، اشتراش نداره. یعنی میبینید هیچ کس نمیتونه بگه من مطمئنم اینجا خامس نذاشتم، چون تمام سال ما با خامس کار میکنیم. تمام سال ما هم داریم، یعنی با هم یه رو داریم که توش در ظرفای شبات رو میزنیم اینجا، ولی خب من چکش میکنم. چرا؟ چون مطمئن نیستیم که خامس اونجا نذاشته باشه. چون میگم میبندیمش، خب حتی اگر باید چک بکنیم. خب راجع به مینایی که آقای برایان گفتن، ببینید مینهک هست که آدم باید 10 تا تیکه نون بگیره، کمتر از کزایید، کمتر از 30 گرم هر تیکش باشه، اینا رو یا توی نایلون بذاره یا توی نیار کسف اینا رو ببنده و اینا رو پخش بکنه توی خونهش. اون وقت شروع بکنه چک کردن خونه را که چی چرا؟ چون که ما برخا میگیم به خاطر اینکه برخمون برخل بطله نباشه که یه چیزی برخل پیدا بکنیم، امکان داره که من هیچی پیدا نکنم. خانم اینقدر خوب خونه رو درست کرده، تماس کرده که هیچی دیگه من پیدا نمی کنم. برای من این پسکیم هستن که میگن که اگر هیچی پیدا نکردی برخل بطله، ولی درست نیست. ولی به خاطر اینکه اونا گفتن ما میاییم در حتی که نون میگیریم اینا رو پخش میکنیم توی خونه و بعد چی میکنیم چه کردن. حالا تو منزل ما دکتر کوچیک من چیکار میکنه؟ این حاضر میکنه تمام اینا را هر جایی که میذاره مینویسه اینجاست اینجاست اونجاست. خب و بعد من میشکنم شده که چک کردن چک میکنیم اینو آقا نه تاشو پیدا کردیم اینشو پیدا نکردیم. خب از ما میپرسه بابا اونجا رو دیدی؟ زیر نمیدونم چیز دیدی؟ زیر میز رو دیدی؟ بغل آشپزخونه رو دیدی؟ یا همه چیو هر جایی که میدونه که گذاشته از من میپرسه. وقتی میگم آره اینجا رو وقتی میبینم که یه جایی رو ندیدم و خب میدونه که اونجاست خودش میره برمیداره میاره. حالا من رو وقتی بسه میشون مینمیسن که هر تاگر یه دونش هم پیدا کردی مهم نیست. چرا؟ چون کمتر از چون کوچیکه، برابر این بری رای بری ماسه و چون ما خامس هم باطل میکنیم، هر خامسی که توی خونمون باشه باطلش میکنیم، جز به بیتون میره از بین میره. اگر آدم در موعد پیداش کردین رو میتونه بسوزونتش یا بسوزونتش یا میتونه توی ببخشی نسخانی میکنم میتونه توی شروطی بدازه. بابا که میشه نون توی شروطی بدخ؟ آره نون در موعد نیسان، اینو بدونین، نون در موعد نیسان از گوشت خوک بدتره. حالا شما گوشت خوک ها ازنین توی شروطی بدازین یا نه؟ اگر که جلوی چیز رو نگیره میدازیم توش دوستنم. پس اگر من حاضرم گوشت کوکا بدازم توی شروطین، چرا من نون رو نندازم که نون سختر از گوشت کوکه؟ خامس از گوشت کوک بدتره. چرا؟ چون گوشت کوک توش کالت نداره. گوشت کوک کالت نداره، آره بخوره کسی خصمش رو بخوره کالت نداره. گوشت کوک بدتره یا کسی که با تیخ صورت چه اسلام میکنه؟ بابا چی داری میگی شما؟ یعنی تیخ آدم بزنه یعنی از گوشت خوک بدتره؟ مگه میشه؟ مگه عقلمون نمیرسه به این چیزا؟ آخرانه نیست. آره شما درست میگین. چرا؟ چون پنج بار نمیشه توی تورات که آدم آسوره که لحشخیت اتزدکن پیعود نوشته، پنج تا پیعود داریم اصول لحشخید، پنج بار نوشته اصول لحشخید، ولی یه بار نوشته گوشت و خوک نخور. حالا مجازت اینی که آدم گوشت و خوک بخوره چیه؟ تو تورا نمیشه مجازت. آدمی که اسلام میکنه با تیغ یعنی تمومه، اصلا به طور کلی اون تمومه اون مویی که در صورتش داره میزنه. چرا؟ چون وقتی دست میزنه میگه آه چقدر قشنگه، چقدر هیچ اصلا احساس نمی کنی که ریش داره، درست یا نه؟ از اجده پس به این میگن هش خطا، به این میگن هش خید. برای این اصول که آدم ریششو بزنه، اگر هم ریششو با تیغ بزنه انگار پنج بار گوشت خود خورده. هر دفعه که با تیغ بزنه انگار پنج بار گوشت خود خورده. ولی این آقایانه نیست آقا، ولی طلاع ما تبیزه عقل ما جلو نمیره.
تورات به عقل ما نیست. اگر ما بخواستیم تورات رو با عقل خودمون در بسنجیم، همونجور که گفتیم 10 میلیارد آدم اومدن تو این دنیا، هر کسی میگه آقا به عقل غزل من، به عقل من این جو در نمیاد، خب از تورات چی میموند؟ هیچ از تورات نمیموند. هر خود شبات میموند اصلا، هر کسی میگه آقا به نظر من این کارا دیگه این قدیمی شده، الان باید کارش جدید بکنیم، باید اینا ما این کاریه که رفرمیا میکنن. رفرمیا چی هستن؟ رفرمیا میگن آقا الان ما در دوره مدرن هستیم، بنابراین این تورا رو باید عوض بکنیم، طبق این دوره باید انجام بدیم. اینا آدمایی هستن که از همه خطرناک‌تر هستن واسه قوم اسرائیل، حتی از کسی که تورا رو انجام نمیده خیلونی بهش میگن، اینا خطرناک‌تر هستن. چرا؟ چون خانم میاد میخواد نمیدونم تفیدین ببنده، میخواد شایستی بور باشه. ببینید چقدر اثر میکنه. من مادرم چرا خودشون بشه خدا بهشون عمر بده سلامت کامل بده. ما سر پدرم بود 9 بلاخه تو خونه بودیم، یکی کم داشتیم. به مادرم گفتم ببین برو اینجا، بالاخره همسایه یهودی هستن، زیاد هستن، یکشونو بیا. اونه میگه ببینم چرا من نمیتونم اثر بشم؟ چرا من نمیتونم؟ به اونه گفتم به ما جون توی ایران همچی سوالی داشتیم؟ توی ایران همچی سوالی نداشتیم. چرا؟ چون ایمانمون پاک بود، ایمان پاک داشتیم، میدونستیم که هرچی که تو دوران نوشته درسته، حقیقت داره، ولی الان ایمانه به طور کلی از بین رفته. چون عقلمون زیاد شده و میخواییم همه چی رو با عقل خودمون دقیق چیز بکنیم، بنابراین چه فرقی میکنه بین زن و مرد؟ از این باید الان همه مساوی هستن، چی میگم؟ مساوی الحقوق، آره درسته. آقای بنیان یکم این متضاد باشین، صبر کنین، الان قانون در میارن که مردم باید حامله بشن. چرا؟ مساوی الحقوق آقا؟ آره باید همه باید همه باید مساوی باشیم، مساوی. مگر میشه زنها حامله بشن مردها حامله نشن؟ عزیز من زنها اینقدر درد میبرن، درد زایمان میبرن 9 ماه تموم، آقا خیالش راحته، میگرده قضا میخوره حسابی، زنه نمیتونه بخواب شب. پس تساوی الحقوق کجاست؟ کاری که میکنه چی؟ کی؟ کاری که زرجش میدن تو محل کار، مثلا زرجش میدن کار میکنه. خانم ها بیشتر زرج میکشن، خانم ها نبیدن پول بیارن. خب خانم ها بیشتر زرج میکنن از مردا، بیشتر. الان زن ها بیشتر کار میکنن از مردا، دو برعت زن ها بیشتر از موقع حقوقشان بیشتر بالاتر از مردا. امه تو حالا پس اینم گفتیم بارون خشمه میدن درست شد. حالا چه شمی مجاز هستیم که ازش استفاده بکنیم که بتونیم به دقت خمس رو انجام بدیم؟ ببینید شمی که از شمایی که توی تو الان توی چیز هست، از پارافین درست شده، اینا از مواد نفتی دیگه، اینا این شما مجازیم که از استفاده بکنیم. ولی این شمی که یه دونه فتیلی داشته باشه، شمی که دو تا یا سه تا فتیلی داشته باشه مجاز نیست استفاده بکنیم. چرا؟ چون آتیشش بلنده، طرف که دست گرفته میترسه که خونش آتیش بگیره، پس درست چک نمی کنه، بدیکر درست نمی کنه، برای این شم فسوله، اصول که استفاده بکنیم. شمایی هم که از چربی و اینا درست شده، این هم اینا که دیگر هم نداریم اصلا توی چرا قوه؟ هر مواجهشون میگن که چرا قوه مجازه که آدم بکنه شرکات استفاده بکنه، میتونه بدکت خمس بکنه. ولی من چکار میکنم؟ من چون که خخمیم گفتم باید آدم نیر بگیره، چم بگیره، من خونه رو باشم چک میکنم. وقتی تو ماشین میرم، ماشین بالاخره بنزین هست، این چیزا هست، شاید کم خطرناکتر باشه، توی بنزین تو ماشین رو من میچنم قوه چک میکنم. کسی که اگر مغازه داشته باشه، یا نمیدونم دو تا خونه داشته باشه، یا نمیدونم اتوبوس داره، هواپیما داره، هر چی که مال خودش هست باید اینجا رو چک بکنه، باید بدکت خامس بکنه در شب، یعنی یه شب قبل از مورد یا شبای قبلش مجازه که باید اینا رو چک بکنه که بدونه که خامس اونجا نیست، به شرطی که از این چیز از اینا استفاده میکنه در مورد. ولی کسی که از مثلا مغازش بسته است تمام هفته، اصلا پاشم تو اونجا نمیذاره، به طور کلی بسته است، احتیاج به بدکت خامس نداره، یا یک
مثلا یه مخزن داریم که تمام اسبابمون و اینا همون اون توه. خب مثلا که بگویی میخوایم بفروشی بذاریم اونجا، درش هم قفل میکنیم، احتیاج به دیگه خمس اونجا نداره. چرا؟ چون هر چیزی که بدیگاه بکنیم باید خمس خمس اونجاست. بنابراین چون من استفاده میکنم از اینجا، مجازیم که بدیگاه خمس نکنیم. بله، اینم گفتیم، اینم گفتیم، بروخ هاشم. حتی کسی که میخواد بشینه تورا بخونه، موقع بدیگاه خمس که رسیده باشه باید تورا رو شروع نکنه بخوندن. چرا؟ چون موقع میتوا رسیده مسئول که آدم به جای میتوایی که انجام بخواد بده بشه بشه تورا بخونه. اگر شروع کرده قبل از اون، شروع کرده تورا خوندن، موظف نیست که توراشو قطع بکنه، چون به هتر شروع کرده میتونه ادامه بده، ولی بخواد شروع بکنه تورا خوندن اصوله، مگر اینکه شعور داشته باشه با جمعیتی. شروع جمعیتی رو باطل نمی کنیم به خاطر بیرکت خمس. چرا؟ چون هر کسی که اونجا هست بالاخره تذکر میده به مردم آقا باید بیرکت خمس بکنیم، یادشون نمیره بزنش این برخ. تفیله های ارمید قبل از بیرکت خمسه. ما هر بیسوهی که تازه دستمون میرسه رو شخیانو میگیم، درست یا نه؟ شب مهر شخیانو میگیم، شب مهر سوکا شخیانو میگیم، توی خنوکا شخیانو میگیم، پوریم شخیانو میگیم، هر میسوایی که بسمون میرسه که جدید دستمون اومده رو شخیانو میگیم. حالا روی بدیگت خمس باید شخیانو میگیم یا نه؟ مخلوقت پسکین هست، ولی ما به خاطر میگیم صفت برای خود در اکل، برای این ما بیرکت شخیانو روی بدیگت خمس نمیگیم. اون بالاخره که میگیم واقعی کیدوش شب مورد نیسان، اون شخیانو شامل همه چی میشه. ولی به خاطر اینکه خیلی از پسکی مثلا که باید میگن باید شخیانو بگیره آدم، پس بهتره که چیکار بکنه آدم؟ روی خود بیدکه شخیانو نمیگه، ولی روی چیز دیگه به شخیانو میگه. مثلا یه پیرهن نو میپوشه، روی پیرهن نوه شخیانو میگه و کبانا میبنده که این شخیانو شامل اون بیدکه خمس هم بشه. یا یه میوه جدید بیارین روی میز بزنین و روم برخه بگین، میگه برخه بر بیا اس بیا آدم ها شخیان موش بگین، میتونین با یه دندون هم بزنین، یه تیکش رو بخورین و بزنین کنار، شروع کنه میدین از خبز کردن. با یه برخه که آدم میگه برخه شامل تموم جایی که مال خودش هست میشه، یعنی بعد که مثلا منظر مادرش هم میخواد چک بکنه خونه مامانش رو چک بکنه، خونش خود خودشه یه خونه فقط داره، باید خونه مامانش رو چک بکنه. اگر خونه نزدیکه، نزدیک هم دیگه هستین، بنابراین یه برخه کافیه برای تمام دو تا خونه ها. اگر که خونه دوره بهتر که آدم کبانه ببنده که من برخه که الان دارم میگم فقط شامل اینجا بشه، شامل این جای دیگه نباشه، بنابراین وقتی میره اونجا تو خونه مادرش میره میتونه برخه بگیره. کسی که احتیاج به کمک داره، مثلا آقا دیگه کمی سن ازش گذشته، جون نداره که بخواد تمام خونه رو شک بکنه، میخواد که بچه‌هاش یا خانومش هم کمکش بکنن، برای این هر کسی که بخواد کمک بکنه در بیرکت خمس باید موقع برخه باشه، همونجا باشه که برخه رو گوش بده. وگرنه اگر کسی که برخه گوشت ندیده بخواد بیاد بدیکت خمس بکنه درست نیست. چرا؟ چون داره میسوا میکنه میدونه برخه. پس هر کسی که داره میخواد چک بکنه که میسوا هست باید برخه رو گوش بده و بارو خوب رو شما نگه، فقط آمین بگه، اون وقت شروع میکنیم که تمام خونه رو هر اتاق دست یه نفر بدین که اون اخرایی هست که اتاق رو چک بکنه و هر چی که پیدا بکنه بیاره واسه اون بده، اون مجازه. ماشین هم که گفتیم برو خشیم. بعد از بیرکت خمس، وقتی که بیرکت خمس رو تموم کردیم، وقت اونجا باید یه بیتول بگیم. چی میگیم؟ کل خمیره دهی که بشوتی دلر خزیته،
ده خزيته ودي بيعتي لا كل خميره دي كبير شوتي ماشي از بدين כדרך, אז דרב יעתה, נבטיל, בבק הפרד, יעני כה, תבינים, תרג'ומה שאימי שה, הר חומצי כה, דר ג'וי מועל אמן הס, דר אכתיאל אמן הס, כמן נדידם אונו, אונו אמן המה רו בוטק מכולם, והוקב חוק ווסמן דרה. ואגב, הוא יסכן נדידים, מה מגם כל חמילה דאיקה ושוטי דרך הזיתה, כנאי דמש, אולי כה פידש נקרדם, אולי לא מבטל בכולם. שאלה, שעוד שב הנוז, שב שעודמה, הנוז מתחמים חמץ בוחרים. נמדולים חמץ כדת ג'לו שיש מן הסכים יחם בוחרם, מבטל בכולם. אין דורוגה, יחם חמץ בוחרם. פס בן נמצא מגם, כל חמץ שיש ברשותי, שלא ראיתי ושלא ביארתי, יהיה בטל. הלאה. اون چیزی که آدم میگه باید بفهمه چی داره میگه. قصه حکایت یک شب نمیدونم هزار یک شب نیست که یکی بود یکی نبود. باید آدم بفهمه چی داره میگه. پس اگر کسی که عبری نمیفهمه یا و عربیت هم نمیفهمه باید به زبان فارسی اینو بگه. هر حامیتی که در اختیار من هست که ندیدنش و نسوزوندمش اینو من باطل میکنم و حکم خاک رو برای من داره. اینجوری بگه. بله. اینو گفتیم بروخ هاشم. کسی که خامس میخوره در روز آدینه موعد باید بره بعد از اینکه خامس خورد بره دندوناشو خوب بشوره، دندوناشو خوب مسواک بزنه که یه تیکه خامس تو دندش نباشه. چرا؟ چون وسط روز وقت اون موقع ایسور خامس از وسط روز شروع میشه نه از شب. وسط روز آدینه موعد ایسور خامس شروع میشه که از سور دیگه آدم خامس بخوره. بنابراین باید آدم زلیز باشه، آدم باید فیز باشه. روزه زیز صبح زود برای میشیم قضا میخوریم و دندولامون رو میسواک بزنیم تا ساعتهایی که توی چیز نوشته توی تقویم نوشته بهتون بگم ساعت نه بس که دخونیم تا ببینیم حت یبت شبات گدور تانید بخورود صبح زمان اخیرت خمیز 10:07 یعنی تا 10:07 میشه آدم خمیز بخوره. صبح زمان سفر سنفت خمیز و بیتور خمیز 11:25 تا ساعت 11:25 دقیقه میشه خمیز آدم بخواد بسوزونه و یا بخواد به گوییم بفروشه یا کاری بخواد بکنه باش میتونه تا ساعت 11:00 میتونه از خمس استفاده بکنه ولی نمیتونه بعد از ساعت 12 دیگه نمیتونه خمس بخوره. پس آدم باید فرض باشه همون کاراشو بکنه که گفتیم که خمس اینقدر خمور هست اینقدر سخت در موعد نیستن ولی این خیلی آدم باید مواظب باشه. شما به آره میخواد خمس بذاشیم بخوریم هفته دیگه من میارم میخواد خمس بکنم بذاشم واسه همتون. و میسوه هم هست که بی اون خمس بکنیم در روز آدینه موعد. بی اون خمس چیه؟ بی اون خمس میتونه آدم خمس رو بسوزونه؟ میتونه یا خمس رو بسوزونه؟ یا میتونه حتی تیکه 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 کوچیک بکنه که بذاره که هرنده ها و کفتار ها اینا بخورن یا میتونه ببره توی دریا بندازه. به این میگم بی اون، یعنی که بی اون یعنی نابود کردن، نه فقط یه منظور این که فقط آتیش روش بزنن، نابود کردن. باید خمس رو نابود بکنیم به طور کلی. خمس نمیشه شبعه یمین سعور لوی مطلب باتخیم. سعور یعنی خمس. اصولی که در 7 روز در تموم گفور اسرائیل اصولی که خمس باشه. خمس اینقدر مهم، اینقدر خمور هست، باید مواظب باشه. بچه ها باید اصولش را میفروشن؟ نخواهیم. اگه اصولش را میفروشن؟ سوال خیلی خوبی میکنی. پول.
پول میخوام در بله باید به موضوع باشی؟ خب همین خب این همین من میخوام اینجا خب یه موضوع بهتون بگیم هاتون آرت هست که چه میبندیم؟ خک پسخ چند تا اسم داره؟ هم خک پسخ هم خک مدسوت هم خک خیروت چند تا اسم داره؟ خک آوی حالا خک پسخ پسخ یعنی آزادی پس پسخ یعنی این که شکرو میشه شکرو مدسوت خک مدسوت چی بو باید اون یاده اون میدازه؟ بهش میگن لخم آنی یعنی میشکن نون فقیری پس این درست این ضد نقیض با هم دیگه یا بیاز چیشو بذار خرق خیروت خرق پسخ یعنی شخور یعنی آزادی یا آزادی چیه؟ یعنی آدم آزاد میشه مثل پادشاه میشه یا اسمشو بذار فقیری یا هم فقیری هم آزادی رو در نمیاد حالا بعدشون توی کتابشون می نویسن مثل میارن یک چوپانی بوده که این خیلی قشنگ نی میزد این تو صحرا میشه تو خودش نی میزد چوپانی ما دیدیم این را چیز را توی ایران یه روز یه پادشاه رد میشه از در از اونجا میبینه این یه صدای خیلی قشنگ نی داره میاد میره جلو نزدیک میشه میبینه این چوپانی نشسته داره به خودش نی میزنه میره فقط دستش میشینه کیف میکنه از این نی زدنه وقتی که تموم میکنه پادشاه میگه ببین من پادشاه این مملکت هستم من از نیزن تو خیلی خوشم اومده تو بیا واسه من توی دربار تو تفکیدت این باشه که واسه من رو خوشحال بکنیم همیشه نی بزن خلاصه سوارش میکنن سوار کاراسکی سلطنتی و میارنش توی دربار لباساشو عوض میکنن نمیدونم موهاشو سلمونی میکنن اجرا حسابی آقا دیگه از چوپانی در میاد بزن کل میره چی میشه؟ نوازنده مخصوص پادشاه میشه خلاصه این آقا خاخم هم بوده خیلی عاقل هم بوده یواش یواش به چی میرسه؟ یواش یواش میرسه به وزارت دارایی وزیر دارایی میشه چجوری؟ وزرا اینا میبینن طبیعتا حسودی میکنن میگن چرا به پادشاه تو چجوری به این ایمان رو بردی؟ وزارت دارایی تمام بودجه کشور رو داده دست این تو میدونی اینقدر چقدر دزده همه چون میخوره اینقدر کشکشک میکنن این پادشاه رو که آخرش چیز میکنن آخرش آره پادشاه میاد میگه که من یه روز میخوام بیام تو خونه تو با کمال میل پادشاه میفرماییم میاد تو خونهش میده خونه خیلی عادی داره نه استیل داره نه خونه بزرگ داره نه خیلی خوبی معمولی آخر زده تو این اتاق تو اون اتاق میره یه دیگه در اتاق میاد باید بکنه میگه قفله میگه تو اون اتاق چی داری؟ میگه جناب پادشاه ازت خواهش میکنم این اتاق رو بذار دست خود من شخصی خودمه وزرا توش گوش فرش میکنن میفهمی ببینی جناب پادشاه ببینی این حتما تمام بودجه تمام کسر پولایی که دوز کرده اینجا گذاشته پادشاه میگه باید در رو باز بکنی خواهش میکنه میگه نه من حاضر نیستم باید باز کنی در رو باز میکنه بوی چی میاد بره بوی گوسفند میاد توی این اتاق لباسش آویزون اونجا با اون نیه آویزونه این چی کار میکنه گفت که جناب پادشاه از چه بخوایی؟ تو وقتی من رو وزیر کردی دیدن دارم یواش یواش به گهوا میرسم به گهوا چی؟ به تکبر میرسم تکبر میرسم وزیر دارایی شدی و چه آدمی شدی چه بزرگ شدی اینه که واسه خودم گفتم من این وقتی میام هر روز خونه میرم تو این اتاقه در رو میبندم لباس چوپانیمو پایین‌تر میکنم شروع میکنم نی زدن که یادم نباشه یادم نره از کجا آمدم که یادم باشه که از کجا آمدم بنابراین این تکبر به روی من غلبه نکنه این یه مثلی است حالا بودنشو میارن و تفسیر چیه؟ ما اسرائیل ها درسته که رسیدیم به خیروت درسته ولی یادمون نباشه کجا یادمون نره کجا بودیم
ما برده بودیم در مصر. برده میدونیم چیه؟ این توی قوم اقوام توی آفریقا رو دیدیم که چجوری بردگی میکنن و میفروشنشون رو توی فیلم ها دیدیم. اینجوری بودیم. نمیدونم میومدن میفروختن ما رو روی پدرم اون رو میذاشتن روی یه سکو، آقا این برده است میخوای بفروشیمش. و بردگی میکردن چند سال؟ 210 سال بردگی. کتک میخوردیم. به سخوت چی آمدیم بیرون؟ هشین برخ ما رو نجات داد، ما رو از بردگی در آورده. واسه چی؟ واسه چی ما هشین برخ ما از بردگی در آورده؟ که چی بشه؟ هشین برخ میخواست تورا رو به ما بده، میخواست ما رو برگزیده بکنه در دنیا. به خلال 50 روز بعد از که از مصر آمدیم بیرون، فوراً تورا رو گرفتیم. قوم برگزیده. آقای چه قوم برگزیده است؟ اینقدر رنج میکشین، اینقدر بدبختی میکشین، بریم توی بیمارستان رو ببینین چقدر مردم هم اینقدر کی این روزه میتونه یه دیوار آب خنک میتونه از گلوش بره پایین؟ این روزه هم میشه بهم میگم قوم برگزیده. پس قوم برگزیده چیه؟ قوم برگزیده که ما هممون زندگی خیلی خوب داشته باشیم، نمیدونم ویلا داشته باشیم، هممون بنز داشته باشیم، نمیدونم اسب سترزی داشته باشیم. بهم میگم قوم برگزیده. نه آقا جان، این فکری که توست، تو فکر میکنی که اینجوریه. نه هشیم بارخ میدونه که انیوت برای اسرائیل خیلی خوبه. چرا؟ چون وقتی که قوم اسرائیل هنوز به اون صورت عنی هستن، یعنی هنوز دلشون شکسته است، بنابراین هنوز به هشیم بارخ رو میارن. یه خانواده بودن، اینا اینقدر پولدار بودن، خیلی پول داشتن، این انقدر به تکبر رسیدن که حتی به هیچ کس نگاه نمی کردن. انقدر تکبر دم دماغشون به عرش کبریا می رسید. هشیم بارخ چیکار کرد؟ بچهشون رو مریض کرد به مرض سرطان. اینا خلاصه خون بارش هم برن خارج تو بیمارستان، شب و روز اونجا بشینن بغل دست بچه، اینقدر نمیدونم پول خرج کردن و اینقدر جایی رفتن که اصلا جایی بود که اصلا نمیتونستن بخوابن. چرا؟ این آدم پولدار هستن ولی چاره ای نیست، باید اینجا بخوابیم. اینقدر اینجوری شد که کوچی شدن اینقدی تتومو تمو تکبرشون اومد پایین، تا اون بالافیسشون اومد پایین. وقت اون موقع اشید بارخ بچه را خوب کرد. چرا؟ چون تکبر در قوم اسرائیل تکبر اینقدر بده، اینقدر هشیم بارخ از آدم متکبر نفرت داره. بنابراین خگ پسخ هم خگ مطسوت هست، هم خگ پسخ خگ خروت هست، که یادمون نره که ما یه موقعی برده بودیم. بنابراین باید لخم اونی بخوریم، یعنی باید نون فقیرا رو بخوریم. این از روزه توی موتوی شب مایده همین کار رو میکنیم. هم دست چپ میشینیم، به طرف دست چپ تکیه میدیم. چرا؟ دره خروت، تاریخ استفاد دره خروت، هفته دیگه راجع به صحبت میکنیم. هم دست تکیه میدیم، همین که میشینیم مثلا میخوریم، یا مارور میخوریم. مارور چیه؟ کاهو میخوریم. واسه چی؟ به خاطر که تلخی اون موقع لذت بخوریم. آقا تو آزاد هستی یا هنوز برده هستی؟ جفتش هستیم با هم دیگه. یادمون نره این موضوع، این چیزا رو، که یادمون باشه که هشیم بارخ چقدر خوبی کرده به ما. حسابش اگه آدم باش میشینه بکنه، ببینین هشیم بارخ به طور کلی روی تمام قوم اسرائیل چقدر خوبی به ما میکنه. 65 سال 70 سال توی اسرائیل هستیم، کشوری که اصلا هیچی نبود توش، هیچ توش نبود، الان خونه ها ساخته میشه، این همه پیشرفت کرده. ما این توی کشور هیچ معدنی از خودمون نداریم. بریم توی ایران ببینیم چی دارن. معدن مس دارن، حالا غیر از نفتشون، معدن مس، طلا، نمیدونم اورانیوم، همه چیزا رو دارن. گاز، حالا گاز پیدا کردیم. گاز در ایران، در ایران گاز هست. آره، ولی ما معدن نداشتیم، معدنی نداریم اینجا. چجوری این کشور از چه پولی این همه پیشرفت میکنه؟ با اینکه همیشه هم جنگ داریم، همیشه هم جنگ داریم. چجوری برخایی تو این تریدو تو این قوم هست؟ ببینید چند تا مغازه، چند تا کنیون باز کردن توی اسرائیل، همه جا.
این همه مغازه هست، همه هم کار میکنن، از کجا؟ بیاین الان، بیاین الان ماید نیستن، باید ببینید سوپرمارکت ها رو ببینید، همه خرید میکنن، این همه چیز هست، این همه شیف هست، این همه دلخواهی هست. چیز کجا؟ یه بار گفتیم، یه بار گفتیم اگر شما حساب بکنین یک کشوری که همون بکنیم دیگه، یک کشوری که در دنیا بگیرین که یه دفعه 25% به نفرات اون کشور اضافه بشه، قحطی میشه. اینجا یه دفعه یه میلیون آدم از روسیه آمدن اینجا، یه میلیون آدم هنوز هیچی کم نداریم، برو خشم پرو، تیراکوت، خونه، همه چی هست، بانیم و بخیم. این چیزا رو آدم به چشم ببینه میبینه که هشمی برق چقدر خسته داره به ما، چقدر ما رو دوست داره. دوستی هشمی که به ما موعد داده، به ما توران رو به ما داده، دوستی رو داده، این دوستی هشمی. پس بیاین خسم شلوم چیز نباشیم، فوی تو وای نباشیم. هشمی برق چون که مشولم ما میدونیم خواست تو اینه، ما سرمونو میاریم پایین، ما تعظیم میکنیم به تو، هر خواستی که خواست تو هست ما انجام میدیم. به این میگم پسخ. پسخ یعنی خروت. خروت از چی؟ خروت از یه سرقه، از یه سرقه خروت. آدمی که باید حس بکنه که از مصر آمده بیرون. چه حسی؟ چه جوری؟ کسی که هنوز نمیدونم عصبانیه، از دست یه نفر نمیدونم رنجوره، هنوز نغنق میذاره، رنج داره، واسش دنیا خوب نیست، به این نمیگن از مصر آمده بیرون. این هنوز توی دست مصری هست. کسی که خوشحاله، کسی که حقیقتا زندگی واسش شیرینه. چجور میشه شیرین باشه؟ آخه این همه مشکل داریم، مشکل ها زندگیشو تلخی میکنه. نه، شیرینه واسش. چرا؟ چون مصر انجام میده، تورا رو انجام میده. این آقا از مصر آمده بیرون، مسلمه. هفته دیگه هم رو جمعی صحبت میکنیم، ازشیم برخ دیگه وقتون رو نزبیدیم نمیگیریم، صد دوه شبه.